اتحادیه اروپا برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه طرحی را برای اقدام نظامی علیه کشتی‌های مورد استفاده قاچاقچیان در دست بررسی دارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که از طرح اتحادیه اروپا برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی حمایت کند به نظر رسد سال 2015 سالی بسیار بدتر از سال قبل باشد در سال 2014 حدود 3300 مهاجر که تلاش داشتند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند در مدیترانه غرق شدند یعنی از هر چهار مهاجری که سعی داشتند به سواحل اروپا برسند سه نفر در, در دریای مدیترانه غرق شدند این مسئله تنها وضعیت استراری بشر دوستانه نیست بلکه یک بحران امنیتی است که با شبکه ای از قاچاقچیان و در برخی از موارد با شبکه تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی مرتبط است فعالیتی که منجر به بی بیشتر در منطقه ای می شود که در حال حاضر به اندازه کافی بی است اتحادیه اروپا به دنبال آن است که مجوز عملیات نظامی برای توقف کشتی های مزنون به قاچاق مهاجران و ورود به آبهای لیبی را از شورای امنیت سازمان ملل کسب کند حجوم مهاجران از طریق دریای مدیترانه به سمت سواحل اروپا در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است